مجددا خوش آمدین. ادامه برنامه هست و مهمان داریم، جناب آقای محمد قاسم قسیم، مسئول مراکز آموزشی مهمان برنامه هستند و میخواییم در ارتباط به چالش ها و مشکلاتی که در زندگی وجود داره صحبت بکنیم. بدون شک در زندگی هر فرد و یا هم هر فرد مشکلات و چالش هایی رو در زندگی خود تجربه کرده، اما اینکه چگونه برخورد داشته باشیم و چه راه حلی برای برطرف کردن این مشکلات وجود داره و همچنان طرز و دیدگاه و فکر ما نسبت به این مشکلات چگونه باشه، صحبت های جناب استاد محمد قاسم قسیم در این بخش برنامه با خود خواهیم داشت. خیلی خوش آمدین به برنامه. خوش باشین. من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان نهایت عزیز و ارجمند. امیدوارم در هر کجایی که هستید شاد و پیروز و موفق و سربلند باشید. بسیار تشکر جناب استاد. همون قسمی که در ابتدا یادآوری شد، میخواییم در ارتباط به چالش هایی که در زندگی هر فرد وجود داره صحبت بشه و همچنان چگونه بیاییم راه حل پیدا بکنیم، چگونه برخورد داشته باشیم با این مشکلاتی که در زندگی هست، میخواییم صحبت داشته باشیم. اما میخواییم مقدمه داشته باشیم در ارتباط به این چالش ها و مشکلات زندگی. بسیار خوب. همونطور که برای همه ما مشخصه، هیچ انسان بدون مشکل نیست. همیشه مشکلات هست، به شکل نوبتی در زندگی ما حضور پیدا میکنن. اینکه چرا این مشکلات در زندگی ما پیدا میشه، اگه یک مشکل حل میکنیم با سرکله یک مشکل دیگه پیدا میشه، دلش چی هست؟ و واقعیت اینه که اگه ما به عنوان یک انسان میخواییم زندگی کنیم، زندگی ما نمیتونه بدون مشکل باشه. خداوند به هیچ عنوان وعده نکرده که زندگی ما بدون مشکل باشه، اما این وعده رو کرده که اگر مشکل آمد من میتونم در کنار شما باشم. روی همین اصلی ترین و اساسی ترین دلیلی مشکلات اینه که ما را به کامل برسونه. یعنی خیلی از مسائلی در زندگی ما وجود داره که نیاز به حل کردن داره و ما وقتی که این مشکلات و مسائل حل میکنیم، دقیقا قدرت خود افزایش میدیم و قدرت خود کشف میکنیم. همونطور که اقبال میگه گله از سختی ایام بگذار که سختی ناکشیده کم عیار است. تو میدانی که آب جوی باران اگر بر سنگ و غلطت خوشگوار است. میگه از این که از سختی روزگار، از مشکلات زندگی گله کنی، اینا را کنار بزن که سختی ناکشیده کم عیار است. اگه ما سختی نکشیم کم عیار میشیم، سست عنصر میشیم، ضعیف میشیم. موجیم که آسودگی ما عدمی ماست، ما زنده از آنیم که آرام نداریم. دیگه روی همین اصل وقتی انسان بیشتر به مشکلات دست و پنجه نرم کنه، با چالش ها در آویزه، مشکلات زیادی حل کنه در زندگی خود، قدرتش افزایش پیدا میکنه و در ادامه میتونه که مشکلات دیگه هم در زندگیش اگه ایجاد میشه حل کنه. دقیقاً. پس در کل مشکلات میتونه مسیری باشه جهت دستیابی به اهداف بزرگ. بسیار عالی. تو میدانی که آبی جوی باران اگر بر سنگ و غلطت خوشگوار است. زمانی که آبهای سنگهای وسط آب ما میبینیم، اونا به روخ یک بار دارن. بله. این بار چی هست؟ این بار از آب گرفته شده، چون آب بو برخورد کرده آب تصفیه میکنه و هرچی آب به سنگ ها بیشتر برخورد کنه آب بیشتر تصفیه میشه و انسان هرچی بیشتر دست و پنجه نرم کنه و مشکلات او قوی تر میشه و کامل عیار تر میشه. پس یکی از دلایل مشکلات اینه که ما به تکامل برسیم و اگر ما زندگی تاریخ بشر ما ببینیم، از اول تا آخر فقط این مشکلات بوده که توانسته انسان به این مرزهای پیشرفت برسانه. وقتی انسان احساس کرد که من نمیتونم پیاده را برم، خیلی مشکل را رفتن پیاده، مسیرهای طولانی، خب برحال به فکر این شد که باید موتر بسازه. دقیق. و همچنان این که در غار امنیتش تامین نبود، زندگی میکرد و در نتیجه تصمیم گرفت که بالاخره در قریه و شهر و ساختمان ها اینا رو ایجاد کنه.
این همان فلسفه مشکلات، یعنی یکی از فلسفه مشکلات اینه که فلسفه وجودی مشکلات اینه که وقتی در زندگی ما قرار میگیره، یعنی این که میخواد قدرت ما افزایش پیدا کنه، ما واقعا در نتیجه یک روز قدرت خود کشف کنه. به این بهترین سورپرایز زندگی که آدم یک روز قدرت خود کشف کنه. وقتی یک مشکل حل میکنه، بعد از این مشکل خودش به خود باور میکنه، من توانستم این مشکل حل کنم، اگر مشکل دیگه هم قرار بگیره سرم، من حتما میتونم اون رو حل کنم. دیگه از دلایل مشکلات اینه که میتونه بعضی از مشکلات یک کارت دعوت باشه از جانب خداوند به سمت ما. البته ما باید به این دیدی مثبت نگاه کنیم، مشکلات چیزهای بدی نیستن. ما اگه واقعا مشکلات زیادی در زندگی دیده باشیم، اونا رو حل کرده باشیم، ولی از مشکلات دعوت میکنیم که بیای مشکلات خوش آمدید میگیم به زندگی خود. چون واقعا حل یک مشکل علاوه بر اینکه چالش برانگیز، لذت بخش هم هست، به انسان به قدرتش وصل میکنه. دقیقاً. و در کل بله بفرمایید، اگر همین مشکلات نباشه دیگه به این قسمی که شما اشاره کردین انگیزه برای رشد هم وجود نداره. بله. گاه هم مشکل ما رو به سمت خدا میکشونه. بله. میگم مثال از دلیل بیشتر طرفدار داره و اینشتین میگه که مؤثرترین و قویترین روش آموزش مثاله. یک مثال از خود بگم، یه وقتی موتر سوار بودیم با جمعی از دوستا، اینا به جای رسیدیم که البته به کوهستان میرفتیم، یک بار این موتر منحرف شده است را، اینقدر خدا خدا گفتن بود که خیلی واقعا تعجب کردم که از یعنی قبل از اینکه این موتر کم منحرف بشه ما به کلی اختلاط میکردیم و غرق بودیم و ولی وقتی که به مجرد که این مشکل ایجاد شد همه ما یا خدا یا الله یا الله. البته انسان این گونه طراحی شده و قرآن هم مثالی از یک کشتی میزنه که وقتی که در حال غرق همه میگن دعو الله مخلصین له الدین، از خدا میخوان خیلی خالصانه قلب نا فقط به خدا وصل و از خدا میخوان نجات، وقتی که باز نجات پیدا میکنن فیدا میشکون، پس دوباره هم حالت اولی برمیگرده. مشکلات گاهی اوقات فقط باعث میشه که ما واقعا به خدا نیاز پیدا کنیم و به یک قدرتی در جستجوی یک قدرتی برمیخیزیم که تکیه کنیم به قدرت. بعضی که این قدرت خوب فراتر از خدا نیست، روی این دست ما خدا را صدا میزنیم، به ما را باعث میشه این مشکلات که به سمت خدا بریم. دقیقا. این دو فلسفه وجود این مشکلات برحال به سال دیگه هم وجود داره به خاطر که وقت کمه. دقیقا. و اینکه جناب استاد وقتی یک مشکل پیش میایی، اکثرا به جای اینکه دنبال راه حل اون مشکل باشن، بیشتر تمرکز خود روی مشکل میکنن و فکر خود رو میندازن که چرا همچین اتفاق افتاده، در حالی که اگر اون تمرکز خود رو دنبال راه حل بندازن خیلی زودتر میتونن نتیجه بگیرن. دقیقا. پس اینجا من باید اضافه کنم که چیگونه باید ما راه حل ها رو پیدا کنیم. بله. البته یک من بیشتر اعتقادم اینه که موفقیت هم میتونه دلایل مخفی داشته باشه، مرموزی داشته باشه، و همچنان حل مشکل و هر چیزی علاوه بر این که دلایل ظاهری داره و به کارکرد انسان مربوط میشه، به مثال مخفی و پنهانی هم در ارتباط هست. بله. و این که مشکلات چگونه حل کنیم، و قبل از اینکه برای حل برسیم و این مسئله رو توضیح بدیم، باید بگم که خیلی از وقتا این مشکلات میتونن ما را در یک مرحله بالاتر قرار بدن. مثل قبلا گفتم، در قالب یک حکایت میخوام برای شما بگم. یک کسی قایقی داشت، به قایقش شکست و به هر حال روی چوب این قایق افتاد تا بالاخره به ساحل رسید. در این ساحل هیچ خانه و زندگانی از انسانها نبود و بالاخره برای خود یک کلبه از همه درخت ها اینا ساخت. یک روز زمانی که مشغول جمع‌آوری همین گیاه و بعضی مواردی بود که بالاخره برای خود غذا درست کنه، یک بار همین کلبه آتش گرفت. که آتش گرفت نزدیک کلبه خود رسید، گفت که خدایا فقط یک کلبه داشتم، اونم به این ملک غربت، هیچ کس هم نیست و هیچ دلیل و رای هم نیست که من برگردم پس بخونه، این کلبه این مرگ آتش زدی. و همینجا بود که یک قایق نجاتی از جای رسید و او را نجات داد. گفتن وقتی که دید گفتن شما این را از کجا پیدا کردین؟
من از کجا پیدا کردم که دودی بالا شده ما دیدیم آمدیم اینجا. بالاخره ببینیم وقتی مشکل ایجاد میشه دقیقا میخوام مرحله بالاتر قرار بگیریم. بله. هر چیزی که اتفاق میفته به خاطر اتفاق بهتره. دقیقا هر چیزی که اتفاق میفته به خاطر اتفاق بهتره. خدا اگر زحمت ببندد داری زرحمت گشاید داری بهتره. یعنی اگر گاهی مشکلات به ما رونمایی میکنن دقیقا باید متوجه یک برنامه بهتری از خداوند باشیم که هم مشو نومید چون واقف نی از سر رقب باشدم در پرده بازی های پنهان غم نخور. یعنی وقتی که مشکلات ایجاد میشیم نباید ناامید بشیم به خاطر که در پرده خداوند برنامه هایی داره که ما نمیفهمیم. برنامه هایی داره به خاطر ما اون برنامه ها روزی آشکار میشه و همونطور که قرآن کریم میگه سیجعل الله بعد عسر یسرا. خداوند بعد از سختی چی قرار میده؟ آسانی قرار میده. یا در سوره علم نشته میخونیم که این مع العسر یسرا این مع العسر یسرا همراه هر سختی آسانی است. یعنی آخری هر گریه آخر خنده است مرد آخر می مبارک بنده است. یعنی در ادامه این مشکل حتما در ناامیدی بس امید است پایان شب سیاه سپید است. یعنی حتما در پایان مشکلات یک خوبی و یک روشنی خواهد آمد. پس نمیده است ما پس به اون مسئله اولی برگشتیم که مشکلات آمدن تا ما یک مرحله بیتر و عالی تر فوقلات تری برسنم و حالا میخواییم که در مورد حل مشکل صحبت بشه اینکه ما چگونه مشکل حل کنیم. بل. خب اول روش خود من برای شما میخوام توضیح بدم من چگونه مشکلات حل میکنم. در کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید احتمالا شما خونده باشین از بله. ناپلئون هیل میگه که یک نگرش ذهنی مثبت میتونه تمام موانع بین ما و رویای اصلی ما رو برداره. من از این فرمول استفاده میکنم برای حل مشکل. یک نگرش ذهنی مثبت میتونه تمام موانع بین ما و رویای اصلی ما رو برداره. یعنی اگه زمان موانعی سر راه ما قرار میگیره مشکلات ما داریم در زندگی باید به این نکته فکر کنیم که ما اگر فکر مثبت داشته باشیم اندیشه مثبت داشته باشیم نگرش مثبت داشته باشیم این موانع خود به خود از سر راه ما برداشته میشن. و همونطور که در قرآن کریم هم میخونیم حضرت یعقوب بعد از 20-25 سال به بچه‌هاش میگه که یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی ولا تیأسوا من روح الله. برادرانم فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا ناامید نباشید زیرا که از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی شود. پس روی همین از ما باید امید خدا داشته باشیم و نگرش مثبت خدا داشته باشیم که یک روزی این مشکل حل میشه این مانع برداشته میشه بالاخره ما به هدف میرسیم. یعنی به عبارت دیگر اگه خواسته باشیم مشکلات از سر راه ما برداشته بشه ما باید خوشحال باشیم به شادی رو انتخاب کنیم. البته خیلی سخته که آدم بتونه در هنگامی که مشکل داره شاد باشه خیلی سخته ولی به یک نکته باید ما دقت کنیم که طبق تحقیقات علمی یک فکر مثبت حدودا 10,000 ولتاژ قوی تر از یک فکر منفیه. 10,000 یعنی اگر ما فکر مثبت کوچکی هم در هنگام مشکلات انتخاب کنیم یک امید کوچکی پیدا کنیم یک شادی کوچکی پیدا کنیم بالاخره همو بالاخره باعث میشه که ما به حل مشکل برسیم. دقیقاً. و در کل در هر مشکلی که در زندگی پیش میاد حتما یک حکمت نهفته. همون قسمی که شما اشاره کردین اگر یک اتفاقی در زندگی میفته حتما یک حکمت و یک خیر و یک خوبی و یک صلاحی در زندگی ما هست که ما از او آگاه نیستیم و وقتی متوجه میشیم که به او خوبی و به او حکمت در زندگی رو بود. طبق این گفته شما یکی از افراد مطرحی بود در امریکا از خود یک داستان میگه زمانی من قرار تیاره داشتم و با تیاره در یک جای بسیار مهمی باید میرفتم اما در مسیر را موتر من خراب شد. نه هر چی که تلاش کردم هر کاری کردم بالاخره درست نشد تا من رفتم از شهر کسی بگیرم پیدا کنم بیارم که موتور تیار کنه بالاخره دیر شد موتور تیار پرواز کرد. بعد از چند دقیقه یا نیم ساعت یا بیشتر و کمتر خبر شدم که تیار سقوط کرده. حالا ببینید اینجا موتور خراب شد این مشکل بسیار کوچکه
ولی ادامهش اگر او به تیاره میرسید و بالاخره سوار میشد از نابود شدگان بود دیگه. روی امین است گاهی اوقات مشکلات میاره تا ما را بالاخره باز از مسائل دیگه باز نجات بده. شاید در بیرون طوفان باشه، خداوند درها رو بسته کرده بریم ما که ما بیرون نشیم طوفان ما نگیره. دقیقا، ولی متاسفانه وقتی که با مشکلات روبرو میشیم فکر میکنیم که اصلا دعاهایی که ما میکنیم خداوند توجه نمیکنه از اونا، در حالی که وقتی ما به این خوبی ها پی میبریم وقت پشیمان میشیم، میگفتیم ای کاش ما اینقدر فکر خود را خراب نمیکردیم، اینقدر غم و اندوه نمیخوردیم، چرا چنین اتفاقی در زندگی ما افتاد. راه حل دیگه برای مشکلات فکر میکنم اگر آدم بتونه در هنگام مشکلات شاد باشه خیلی خوب خواهد توانست که واقعا مشکلات ها بچین. ما واقعا این کار میکنم واقعا برای من جواب میدهم. البته ذهن خود تمرین دادم که در هر صورت بتونم و آرامش خود حفظ کنه و روی همین اصل زمانی که مشکل در زندگی من قرار میگیره من به مشکل این چیزو اصلا فکر نمیکنم. برای خود یک برنامه ترتیب دیدم که برنامه رو میشه اجرا میکنم که کمی از این رویه خود کم بالاتر ببرم، چون اتفاقات بیرونی از جنس افکار منه، از جنس احساسات بود. احساسات ما خوب باشون مشکلات هم خود به خود حل میشه. راه حل دیگه که واقعا میتونه جواب بده اینه که ما واقعا به مردم محبت کنیم، دوستی کنیم، به مشکلات مردم سهم بگیریم، مردم همکاری کنیم. این یکی از قوانینی که 100% جواب میده برای حل مشکل. پیامبر صلی الله علیه و آله ان الله فی عون عبدی ما دام العبد فی عون اخی، خداوند به کمک بنده زمانی که این بنده به کمک بنده دیگر باشه. تو نیکی میکنه در دجله انداز که عزت در بیابان دهد باز. و چون هر عمل از خود عکس العمل داره، هر کاری که ما میکنیم بالاخره نتیجه میبینیم. این جهان کوه است و فعلی ما ندا باز میاد صداها را ندا. و کاترین پاندر میگه که اگر به خوبی که میخواستید نرسیدید به محبت آغاز کنید. ریمین است اگر ما محبت کنیم به مردم، دوستی کنیم، به مشکلات رو بپردازیم، اگر مشکلات سر رو ما قرار بگیره حتما حتما خود به خود خداوند خودش حل میکنه. بوده من نفس مؤمنین کربتا نفس الله و کربتو فیم القیامه، کسی که مشکلات مؤمنان حل کنه خداوند مشکلاتی رو در روز قیامت حل میکنه. البته در حدیث دیگه میخوانیم که در این دنیا هم خداوند مشکلات رو حل میکنه. و من خودم هم یک تجربه از این قانون دارم که یک وقتی یک از شاگردام خیلی افسرده بود، غمگین بود، من یک مشکل بسیار جدی داشتم، اونقدر افسردگی از چهرهش معلوم میشد که قلم حتی میجوید. من برای فرصت پیدا کردم که به یک کمک کنم بنای بتونه واقعا از این حالت خوب بیرون بیاد. و مشکلاتی داشت، برای چیزی که در توانم بود به رسیدگی کردم. یعنی تقریبا یک ساعت بعد یا دو ساعت بعد که مشکل حل شد. و این چیزی که بارها ما تجربه کردم، اگه ما واقعا محبت کنیم، با مردم دوستی کنیم، با هوای مردم داشته باشیم، مشکلات اونا رو حل کنیم، نتیجهش حتما روزی به ما میرسه. دقیقا. و نتیجهش این میشه که مشکلات ما حل میشه. پس این دو راه حل، راه حل های اساسی، یکی اگه خواستیم که مشکلات ما حل باشه، حل بشه، فورا رویه خود رو عوض کنیم، افکار خود رو عوض کنیم. زیبا اندیشان به زیبایی رسند. گر باید اندیشات گل گلشنی، ذهن ما باغچه است، گل در اون باید کشتن. وقتی که ما ذهنی ما خوب باشه، زندگی ما هم خوب خواهد بود. روی همین است مشکلات خود به خود حل میشه اگر واقعا احساسات ما خوب باشه، اگر واقعا شاد باشه. ما گفتم که حتما، قبلا هم گفتم که 100% ضروری نیه که ما به جایی برسیم که فقط خیلی خیلی شاد باشه. یک کمی شادتر. در فیلم راز میگه که امروز به صورت علمی ثابت شده که یک فکر مثبت میتونه صدها بار قوی تر از یک فکر منفی باشه. کم مثبت فکر کنیم، همونطور که ناپلئون هیل میگه که یک نگرش ذهنی مثبت میتونه تمام موانع بین ما و رویای اصلی ما رو برداره، تمام موانع از راه میرن. اگر خود ما تغییر کنیم، شرایط تغییر میکنه. ما باید آقای شرایط باشیم. دقیقه. نه فرزند شرایط، بچه شرایط نباشیم، بابای شرایط باشیم، بر شرایط بتازیم. یک فرازی از فیلم میگفت که شرایط کدام شرایطم؟ خودم شرایطم. ما خود ما شرایط، ما حتی فوق شرایطیم، فراتر از شرایط. چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک قطره چرا باید شتافت؟ اگر آگاهی از کیف و کمی خیش، یمی تعمیر کن از شبنمی خیش، دریای تعمیر کن از شب. اگر تو شبنم میتونی دریا از خود تعمیر کنی، اگر خبر باشی کی هستی. چون ما خیلی قدرتی بزرگی در وجود ما هست، ما یک چیزی ویژه به دست آوردیم، اون عظمته که دیگه به خلقات نداره.
بسیار تشکر از حضور شما جناب استاد محمد قاسم قسیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز در برنامه شما بودیم و در کل قسمی که قبلا هم اشاره کردم، هر فرد در زندگی خود با مشکلات امکان داره روبرو بشه و اینکه چگونه برخورد داشته باشه و چگونه تعامل داشته باشه با مشکلات، مثال های بسیار خوبی بود که شما اشاره کردین. تشکر از شما، سلامت باشین. خیلی خوش. بیننده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز و سپاسگزاری میکنم از اینکه تا لحظات اخیر برنامه با ما همراه بودین. از حضور شما مرخص میشیم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدار شما باد.